سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، آلایها خوب. در این جلسه میخوایم در مورد حسن ختام فصل یک صحبت کنیم، یعنی تبدیل اتم ها به مولکول ها. اغلب عناصر تو طبیعت به صورت ترکیب یافت میشن، یه سریشون ذره های تشکیل دهنده شون باردارن، یعنی یون ها. یاد باشه جلسه قبلی در موردش صحبت کردیم، جایی که گفتیم کاتیون ها تشکیل میشن، آنیون ها تشکیل میشن، نیروی جاذبه بسیار قوی بین آنها ایجاد میشه که بهش میگیم پیوند یونی و ترکیب های یونی رو ایجاد میکنه. ولی الان میایم صحبت میکنیم که یه سری ترکیب داریم که ترکیب مولکولی ان، یعنی ذره سازنده شون مولکوله. این مولکول ها از کنار هم قرار گرفتن اتم ها ایجاد شدن. اتم ها اومدن الکترون هاشون رو به اشتراک گذاشتن. پس قاعدتا این مولکول ها یک ساختاری دارن که ساختار متشکل از اتمه، که حالا اونها رو قراره با هم دیگه بررسی کنیم، در مورد ویژگی هاش با هم صحبت کنیم و در آخر بیایم ساختار لوئیس رو کامل بررسی کنیم و اون رو ترسیم کنیم. با ما همراه باشید. جلسه 13 هم تبدیل اتم ها به مولکول ها. ما قبلا با هم دیگه صحبت کرده بودیم که اغلب عناصر در طبیعت به صورت ترکیب هستن. یه سری از ترکیب ها ترکیب یونی هن. یعنی چی؟ یعنی ذره سازنده شون یونه، یه نیرو جاذبه ایجاد میشه، پیوند یونی و الی آخر. تو جلسات قبلی صحبت کردیم. ولی یک سری از ترکیب ها که ترکیب های زیادی هم هستن، بسیاری از ترکیب های شیمیایی، ذره سازنده شون ذره باردار نیست، اتمه. این اتم ها چجوری با هم دیگه پیوند خوردن؟ با اشتراک گذاری الکترون ها. یعنی اومدن الکترون هاشون رو به اشتراک گذاشتن، پیوند اشتراکی ایجاد کردن که بهش میگیم پیوند کووالانسی، و کنار هم دیگه قرار گرفتن. پس میتونم بگم اتم های نافلزی در شرایط مناسب با اشتراک گذاری الکترون هاشون میتونن مولکول های دو یا چند اتمی بسازن. اگه خاطرت باشه گفته بودیم که هالوجن ها از ذره سازنده شون مولکول هاست، مولکول های دو اتمیه، F2، Cl2، Br2 و I2. درسته؟ مثلا بیایم در مورد کلور صحبت کنیم. قبلش این جمله رو بخونم: بسیاری از ترکیب های شیمیایی در ساختار خود هیچ یونی ندارن و ذره های سازنده آنها مولکول ها هستند. برای بررسی ساختار مولکول ها و عامل تشکیل مولکول به مولکول کلور توجه کنید. گاز کلور که تو تصاویر قبلی یاد باشه توی جزوه‌مون و توی کتاب گفته بودیم یه گاز زردرنگه، خاصیت رنگبری و گندزدایی داره. ذره سازندش گفتم چیه؟ مولکول های دو اتمی کلوره. مولکول های دو اتمی کلور تشکیل شده. این مولکول چجوری به وجود اومده؟ قاعدتا داریم میگیم دو تا اتم. پس این دو اتم اومدن الکترون هاشون رو به اشتراک گذاشتن. کدام الکترون ها رو به اشتراک گذاشتن؟ الکترون لایه ظرفیت. کلور در لایه ظرفیت خودش 7 الکترون داره. چرا؟ چون تو گروه 17 برابر است با شماره کان گروه تعداد الکترون های لایه ظرفیت. پس کلور در لایه ظرفیت خودش 7 الکترون داره. 3 تا جفت الکترون داره، یه الکترون تک. پس تمایل داره این تک الکترون خودش رو با یه کلور دیگه به اشتراک بذاره و به آرایش گاز نجیب هم دوره خودش برسه. پس میاد این کارو انجام میده. هر کدوم از اونها الکترون منفردشون رو به اشتراک میذارن، یه جفت الکترون اشتراکی ایجاد میکنن، یعنی یک پیوند ایجاد شده است. پس Cl2 تشکیل شد. به این جفت الکترون اشتراکی میگیم جفت الکترون پیوندی، و جفت الکترون هایی که توی ساختار پیرامون نماد قرار گرفتن میگیم جفت الکترون های ناپیوندی. پس در این ساختار هر اتم کلور تک الکترون موجود در لایه ظرفیت خود را با دیگری به اشتراک گذاشته و هر دوی این اتم ها به ساختار هشتایی دست پیدا کردن. در این مولکول دو الکترون اشتراکی میان دو اتم به هر دوی آنها تعلق دارد. یعنی هر دوتاشون، هسته هر دوتاشون داره نیروی جاذبه ای روی الکترون های اشتراکی ایجاد میکنه. پس قاعدتا وقتی من میخوام بیام بشمارم میگم 2 4 6 8، 2 4 6 8، به خاطر این دارم میگم ساختار هشتایی شده دیگه. پس در این مولکول دو الکترون اشتراکی میان دو اتم به هر دوی آنها متعلق است و تحت تاثیر هسته دو اتم تشکیل دهنده پیوند. پس میدونیم الان دیگه پیوند کووالانسی رو تعریف کنیم. میگیم پیوند کووالانسی پیوندی است که از اشتراک گذاری الکترون ها میان دو اتم به وجود آمده و باعث اتصال آنها به یکدیگر است. آیا حتما باید در اصل اتم های ما یک الکترون به اشتراک بذارن یا نه میتونن الکترون های بیشتری هم به اشتراک بذارن؟ بیا پای تخته.
کلور رو مثال زدم همینجا توی جزوه، گفتم Cl2 هر کدوم از کلورهای ما پیرامونه در از نمادشون 7 الکترون دارن، یعنی در لایه ظرفیت خودشون 7 الکترون دارن، پس میان الکترون هاشون رو با هم به اشتراک میذارن و حالا میشن 2 4 6 8. اکسیژن رو نگاه کن، اکسیژن پیرامون نمادش 6 الکترون داره، در لایه ظرفیت خود 6 الکترون داره، گروه 16 دیگه. پس میان اکسیژن ها، دو اتم اکسیژن الکترون های منفردشون رو، دو تا الکترون منفردشون رو با هم به اشتراک میذارن و یک در اصل پیوند اشتراکی ایجاد میکنن که به این پیوند های اشتراکی حالا میگیم دوگانه، دو تا پیوند داریم ما اینجا. پس ساختارش در اصل اینه. و نیتروژن رو بیایم نگاه کنیم، این پیرامون نمادش 5 تا نقطه داره. چرا؟ چون تو گروه 15 یعنی 5 الکترون در لایه ظرفیت داره، پس همین اتفاق برای نیتروژن هم میفته، یعنی یک پیوند سگانه داره تشکیل میشه. پس قاعدتا اتم ها میتوانند با اشتراک گذاری 1، 2 یا 3 الکترون پیوندهای یگانه، دوگانه یا سگانه ایجاد کنن. حتما نه یه الکترون به اشتراک بذارن، ولی میبینم که اینها اومدن هر کدامشون از این اتم ها به ساختار اشتراکی رسیدن، 2 4 6 8 2 4 6 8. یعنی الان این 6 تا الکترون تحت تاثیر هر دو تا هسته هستش و اینجا من 3 تا جفت الکترون پیوندی دارم و 2 جفت الکترون ناپیوندی دارم. الکترون های اشتراکی رو میگم الکترون های پیوندی، الکترون هایی که پیرامون نماد هستن و در پیوند شرکت نمی کنن گفتیم میگیم الکترون های ناپیوندی. بریم ادامه مفهوم رو نگاه کنیم. پس گفتیم اتم های نافلز ها در شرایط مناسب با تشکیل پیوند های اشتراکی میتوانن مولکول های 2 یا چند اتمی بسازند. مثلا اومدیم یه تصویر برای شما قائل شدیم، اینجا گذاشتیم، گفتیم هیدروژن ها هر کدوم یه الکترون، اکسیژن ها 2 الکترون که نشون دادم. اینجا برای مولکول آب و مولکول متان رو هم ترسیم کردیم، حتما نباید یکسان هم باشه، اتم ها متفاوتن، هر کدوم اومدن الکترون های منفردشون رو به اشتراک گذاشتن و پیوند های ایجاد کردن. اگه یه ذره این شکل رو دقیق تر نگاه کنیم میبینیم که ابر الکترونی اتم ها درون همدیگه رفته. پس من میتونم این مولکول رو با ساختاری سه‌بعدی ارائه بدم خدمت شما که به این ساختار سه‌بعدی، نه اینا، این ساختار، که به این ساختار سه‌بعدی میگم مدل فضا پر کن. پس یکی از شکل‌هایی که من میتونم مولکول رو باش نشون بدم مدل فضا پر کنه. تو این مدل فضا پر کن هر کدوم از اتم‌های ما به شکل یک کره هستن که درون همدیگه یه ذره رفتن. این فرو رفتگی یعنی چی؟ یا این همپوشانیه، یعنی پیوندهای کووالانسی، یعنی الکترون هاشون اومدن اونجا به اشتراک گذاشتن. پس اتم نافلز ها در شرایط مناسب با تشکیل پیوندهای اشتراکی میتوانند مولکول های 2 یا چند اتمی بسازه به جفت الکترون تشکیل دهنده یک پیوند کووالانسی، میگه جفت الکترون پیوندی به جفت الکترون های موجود در ساختار لایه ظرفیت که در پیوند وجود نداشته و به صورت جفت الکترون پیرامون نماد وجود داره، میگیم جفت الکترون های ناپیوندی. پس با توجه به این جمله هایی که بالا گفتم در مورد کلور میتونم مواد مولکولی رو بیام تعریف کنم دیگه. اینجا میگم مواد مولکولی مواد شیمیایی هن که ذره سازنده اونها مولکوله که در ساختار خود مولکول دارن، مواد مولکولی نامیده میشون. یه یاداوری هم از گذشته ما اینجا داریم. یاداوریمون از گذشته چیه؟ یک مولکول، یادآوری کجا بگیم، استوکیومتری فرمولی، یک مولکول جرم مولیش چجوری به دست میاد. جرم مولی مولکول قاعدتا میشه مجموع جرم مولی اتم های سازندش. مثلا توی اکسیژن شما دو تا اتم داری، خب هر کدام جرم مولی 16 گرم بر مول، پس قاعدتا اکسیژن میشه 32 گرم بر مول، یعنی مجموع جفتشون. گفتم جرم مولی یک ماده مولکولی با مجموع جرم مولی اتم های آن برابر است. حالا
اگه یادت باشه ما اومدیم تو جلسه قبلی گفتیم که در مورد ترکیبای ایونی گفتیم ترکیبای ایونی فرمول شیمیاییشون فرمول تجربیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه داریم نام عناصر رو میبینیم، نوع عنصرها و نسبت ذره های سازنده شون. مثلا میگفتیم کلسیوم اکسید از کلسیوم و اکسیژن ساخته شده، نسبتشون هم یک به یک. ولی فرمول شیمیایی مواد مولکولی چی؟ بهش میگیم فرمول مولکولی، فرمول شیمیایی یا همون فرمول مولکولی. نشان دهنده نوع عنصرها و تعداد واقعیشونه. مثلا تو وقتی میگی کربن دی اکسید CO2، میای میگی از کربن و اکسیژن ساخته شده، یه دونه کربن داره دوتا اکسیژن، این نسبتش نی، واقعا همینه مولکولش. یا به عنوان مثال زمانی که میگی اتان C2H6ه، یعنی از دوتا کربن ساخته شده و 6 تا هیدروژن، واقعا همینه. نسبتش رو من نگفتم، چون قرار بود نسبتش رو بگم میگفتم 1/3، یعنی 2 رو با 6 ساده میکردم، میگفتم CH3 کربن داره هیدروژن داره، نسبت کربن به هیدروژن 1/3، این دیگه میشد فرمول تجربیه اتان. ولی من فرمول مولکولی گفتم، گفتم از کربن و هیدروژن ساخته شده، دو تا کربن داره و 6 تا هیدروژن. یه فرمول دیگه هم دارم به اسم، بهش میگم فرمول ساختاری. فرمول ساختاری چیه؟ هم نوع عناصر رو داره میگه، نوع اتم ها رو داره بهت میگه، هم تعداد واقعیشون رو بهت میگه، هم نوع اتصال اونها رو هم بهت نشون میده. یعنی میگه هر کدام از اتم ها چجوری به هم دیگه متصل شدن. پس فرمول در از تجربی شد نشان دهنده نوع عنصرهای سازنده و نسبت اتم های آنها. فرمول شیمیایی یا همون فرمول مولکولی میشه نشان دهنده نوع عنصرها و تعداد اتم های هر عنصر. فرمول ساختاری میشه نشان دهنده نوع عنصرها، تعداد اتم ها و نوع اتصال اونها. یعنی این داره ساختار رو بهت میگه، که گفتم یکی از روش هایی که به شما ساختار رو نشون بدیم همون مدل فضا پرکنه است. یکی از روش های نشان دادن فرمول ساختاری مدل فضا پرکنه، که توی اون آرایش سه بعدی اتم نشون داده میشه، یعنی پیوند میان دو اتم با فرو رفتگی آن دو اتم در یکدیگر به وجود میآید. ولی یه روش دیگه، روشیه که ما بهش میگیم آرایش الکترون نقطه مولکول ها. تو آرایش الکترون نقطه رو قبلا کجا شنیده بودی؟ زمانی که داشتیم در مورد خواص و رفتار اتم ها صحبت میکردیم، اونجا اومدیم آرایش الکترون نقطه اتم رو به شما گفتیم. حالا اینجا میخوایم بیایم بگیم آرایش الکترون نقطه مولکول چیه. جلوش هم نوشتم چی؟ نوشتم ساختار لوئیس. یاد باشه آرایش الکترون نقطه اتم هم خود آقای لوئیس گفته بود. ظاهرا پس چی میشه؟ بیام فکر کنم بگم این مولکول اون اتم، مولکول هم از اتم ساخته شده، پس آرایش الکترون نقطه مولکول میشه از کنار هم قرار دادن آرایش الکترون نقطه اتم هاش. بیا پای تخته. مثلا توی مولکول های دو اتمی اینجا مشاهده میکنی، من اومدم آرایش الکترون نقطه اتم ها رو گذاشتم کنار هم، الکترون های منفردش رو به هم دیگه وصل کردم. پس این چیزی که در اصل من دارم میبینم میشه ساختار لوئیس کلور، اکسیژن و نیتروژن. درست شد؟ یعنی ساختار الکترون نقطه مولکول های دو اتمی میتونم به این راحتی ترسیمش کنم. خب شما شاید بگی که این دوتا این شکل، این چند تا این شکلی هن. یعنی زمانی که دو اتم هم یکسانه، اگه اتم متفاوت باشه چی؟ مثلا کربن مونوکسید، آیا اونم همین شکلی میتونم ترسیم کنم؟ بله میتونم ترسیم کنم، ولی یه روش دیگه هم میخوام بهت بگم که اون روش یه ذره ساده ترش هم میکنه. قبلش بریم در موردش صحبت کنیم، ادامه مفهوم رو بخونیم. پس گفتم آرایش الکترون نقطه ای مولکول ها دو قسمتش کردم، مولکول های دو اتمی. میام آرایش الکترون نقطه ای هر یک از اتم ها رو ترسیم میکنم، الکترون های منفرد رو به هم دیگه وصل میکنم، تا هر یک از اتم ها به آرایش، این پایدار برای اون مهمه، به آرایش پایدار هشتایی دست یابند، مانند ساختار لوئیس مولکول کلور و مولکول اکسیژن، که کلور بالای صفحه بود، اینم اکسیژنه. یعنی هر کدام از اتم های اکسیژن پیرامون نمادشون 6 تا الکترون دارن، در لایه ظرفیت 6 الکترون دارن، الکترون های منفرد رو به هم متصل میکنیم، پس دو جفت الکترون اشتراکی دارن، یعنی یه پیوند دوگانه بینشون ایجاد میشه. حالا هر دو تاشون شدن دیگه هشتایی، که حالا البته در اصل اینجا 2 4 6 8 2 4 6 8، این دوتا، این دو جفت الکترون های اشتراکی تحت تاثیر هسته هر کدومشون هست. ولی توی مولکول های چند تایی چطور؟ قبل از اینکه اون روش رو بگم، به اون روش رو میگم، اینجا نمیشم روش دوم، قبلش بیام مولکول چند اتمی ها هم بگم.
به مولکول های چند اتمی یه تفاوت بزرگ با دو اتمی ها داره. توی دو اتمی ها یه مثال میخوام بزنم، تو تا انسان میخوان از خیابون رد شن، خب کنار هم هستن رد میشن، ولی توی چند اتمی ها قاعدتا یکی باید بین این دوتا قرار بگیره. یعنی توی مولکول های چند اتمی من یه مفهومی دارم به اسم انتخاب اتم مرکزی، یه اتم مرکزی دارم. اتم مرکزی چه اتمیه؟ یکی از ویژگی‌هاش اینه، اتمیه که الکترون‌های منفرد بیشتری داره، یعنی شرایط برای ایجاد پیوندهای بیشتر داره، بال‌های پیوندی بیشتری میشه بهش وصل کرد. مثلا CH4ی که گفتم متان یا اتانی که اومدم درباره صحبت کردم، اینجا CH4 رو نگاه کن ترسیم کرده بود. کربن در لایه ظرفیت خودش چند تا الکترون منفرد داشت؟ 4 تا. هیدروژن در لایه ظرفیت خودش چند تا الکترون منفرد داشت؟ یه دونه. پس میبینیم اومدن به اشتراک گذاشتن. چی شد؟ کدومه شد اتم مرکزی؟ کربن. چرا؟ چون 4 الکترون منفرد داره. یا تو این یکی اکسیژن و هیدروژن. اکسیژن 2 تا الکترون منفرد داره، هیدروژن ها هر کدومشون 1 الکترون منفرد داره. پس اکسیژن شده اتم مرکزی. نکته دوم، اتمی که زیروند کوچکتری دارد. مثلا کربن دی اکسید رو بیا نگاه کنیم، با استفاده از بند یک خب میگیم کربن اتم مرکزیه. چرا؟ چون کربن 4 الکترون منفرد داره، اکسیژن 2 الکترون منفرد داره. ولی این بند رو بذارم کنار، زیروند کربن 1، زیروند اکسیژن 2، پس بازم کربن میشه اتم مرکزی. بند سوم، هیدروژن و هالوژن ها نمیتوانند اتم مرکزی باشن. هیدروژن میگیم قطعا نمیتواند اتم مرکزی باشه. چرا؟ چون یک الکترون فقط داره تو لایه ظرفیت، پس کلا میتونه یک بال پیوندی داشته باشه. اتم مرکزی قطعا باید حداقل دو بال پیوندی داشته باشه، پس این هیدروژن. هالوژن ها چطور؟ اینجا یه پرانتز باز کن، یه نکته بنویس خودت، بنویس هالوژن ها در مولکول هایی که از قاعده اوکتت پیروی میکنند اتم مرکزی نیست. مگه ما مولکول هایی داریم که از قاعده اوکتت یا هشتایی پیروی نکنه؟ بله، یه عالمه مولکول داریم، ولی خب در حد کتاب شما نیست. پس این نکته سوم. نکته چهارم که این کارو خیلی خیلی راحت تر میکنه، به این فرمول مولکولی یا همون فرمول شیمیایی در اصل یه ترکیب رو بهش نگاه میکنیم. اتمی که سمت چپ نوشته شده میشه اتم مرکزی، به جز هیدروژن. یعنی اگه سمت چپ هیدروژن بود مثل H2، هیدروژن اتم مرکزی نیست، بعدیه اتم مرکزیه. ولی کربن دی اکسید رو نگاه کن، CO2، کربن سمت چپ نوشته شده، پس کربن میشه اتم مرکزی. در فرمول مولکولی اتمی که سمت چپ نوشته می شود به جز هیدروژن اتم مرکزیه. حالا اگه بخوام اتم های چند اتمی رو هم به صورت همین روشی که پای تخته به شما گفتم، یعنی بیام از کنار هم قرار دادن ساختار الکترون نقطه اتم ها ترسیم کنم، چه جوریه؟ همون شکلی، اتم مرکزی رو میذارم، اتم های جانبی در از ساختار الکترون نقطه‌اش ترسیم کنم، اتم های جانبی هم پیرامونش میکشم، الکترون های منفرد رو به هم وصل میکنم. ولی این کار سختیه. اینجاست که میخوام روش دوم رو بگم. روش دوم چه روشیه؟ روشیه که خب خیلی ساده تر، از یه سمت هم جامع و کامل تر. این روش چیه؟ دوتا مفهوم دارم. بذار بیام پای تخته یه دفعه همینجا توضیح بدم. بیا پای تخته. قرار بود ما کربن مونوکسید رو ساختارش رو ترسیم کنیم. میگم کربن دوست داره چندتایی بشه، دوست داره هشتایی بشه دیگه، الکترون به اشتراک بذاره به ساختار اوکتت برسه. اکسیژن دوست داره چندتایی بشه، اکسیژن هم دوست داره هشتایی بشه، اونم الکترون به اشتراک بذاره هشتایی بشه. پس میام میگم که در اصل تعداد الکترون های لازم برای هشتایی شدن، تعداد الکترون های لازم برای هشتایی شدن، درست شد؟ در اصل تعداد علاقه الکترون ها، نیاز الکترون ها، اون اوکتت بودن، درست شد؟ حالا اینا در واقعیت چند تا الکترون دارن برابر با تعداد الکترون های لایه ظرفیتشون؟ K
کربن تو لایه ظرفیت چند تا الکترون داره؟ 4 تا. اکسیژن در لایه ظرفیت چند تا الکترون داره؟ 6 تا. پس در کل این مجموعه 10 الکترون ظرفیتی داره. پس میام منهای تعداد الکترون های لایه ظرفیت، حتی بدیشی مجموعه، جایی مجموعه اضافه کنم، مجموعه تعداد الکترون های لایه ظرفیت اتم های مولکول. مثلا برای CO این زیر دارم می نویسم، کربن دوست داره 8 تایی بشه، اکسیژن هم دوست داره 8 تایی بشه، یعنی اینجا 16 تا الکترون من نیاز دارم. کربن در لایه ظرفیت 4 تا الکترون داره، اکسیژن در لایه ظرفیت 6 تا الکترون داره، پس کلن این مجموعه 10 تا الکترون داره. یعنی اینها برای اینکه 8 تایی بشن نیاز به 6 الکترون داره. این 6 الکترون رو از کجا باید بیارن؟ از اشتراک گذاری الکترون ها، از پیوند اشتراکی. هر پیوند چند تا الکترون داره دوستان؟ اینجا تو شکل ما دیدیم هر پیوند چند تا الکترون داره؟ 2 تا الکترون. پس اینجا عدد رو تقسیم بر 2 میکنم، یعنی من اینجا می نویسم تقسیم بر 2. پس این به من تعداد پیوند کووالانسی رو میده، یعنی تعداد پیوند های سی او می شود 16 منهای 10 تقسیم بر 2 که می شود 3. خب پس تو میای سی او رو چجوری ترسیم میکنی؟ میگی سی 3 تا خط او. خب این که شد 6 تا، کربن 2 4 6، اکسیژن 2 4 6. خب گفته بودی چند تایی باید بشه؟ 8 تایی. پس ما بقیشون رو هم میای به صورت جفت الکترون های ناپیوندی بهشون میدی. این میشه ساختار لوئیس کربن مونوکسید. خب بیام این رو حالا با اون روش قبلی هم ترسیم کنم. کربن در لایه ظرفیت خودش چند تا الکترون داره؟ 4 تا. اکسیژن در لایه ظرفیت خودش چند تا الکترون داره؟ 6 تا. اینا رو با هم وصل کردم. اکسیژن اوکیه ولی کربن اوکی نیست. کربن شده 6 2 4 6. میگم کربن میاد این جفت الکترون منفرد خودش رو میذاره کنار هم، جفتشون میکنه. پس اینجا یک فضای خالی ایجاد میشه. اکسیژن میاد این جفت الکترونش رو توی این فضای خالی که بهش میگیم اوربیتال به اشتراک میذاره. یعنی این پیوند سوم یک پیوند یک طرفه است، پیوندیه که فقط از طرف یکی از اتم ها ایجاد شده که بهش میگیم پیوند داتیو. یعنی پیوند داتیو میشه پیوند اشتراکی که از طرف یکی از اتم ها ایجاد شده است. پس اینجا یکی از این پیوندها پیوند داتیو بوده، حالا بشمر میشه 2 4 6 8، 2 4 6، اینم 8. دقیقا میبینی همون ساختار رو من به دست آورده بودم. خب کدام یک راحت تر؟ قطعا روش اولی که گفت، یعنی روشی که با استفاده از این فرمول بود کار راحت تریه دیگه. مثلا اونجا به شما اومدیم گفتیم که تو مثال، حتی بیایم اول بخونیمش بعد حالا به مثالش برسیم. گفتم روش دوم از رابطه مقابل تعداد پیوندهای کووالانسی را به دست آورده و ساختار لوئیس را ترسیم میکنیم. تعداد الکترون های لازم در اصل برای 8 تایی شدن منهای تعداد الکترون های ظرفیتی همه اتم ها تقسیم بر 2 که براتون پایتخت نوشتم. حالا ساختار لوئیس مولکول های زیر را ترسیم کنیم. مثلا اومده گفته SO2، بیا پایتخته. من فرمولم اینجا گذاشتم که هم اینجا هم ترسیم کنم. SO2 رو میخوام به هر دو روش ترسیم کنم. روش اول کدام یک الکترون مرکزیه؟ قطعا S. چرا؟ گفتیم سمت چپ دیگه، علاوه بر اون زیربند کمتری هم داره. پس S شد اتم مرکزی. 2 4 6. از کجا فهمیدی؟ پیشنهاد دادم. این پیشنهاده یه ذره مهمم هست. عناصر 1 تا 36 رو حفظ کن، مخصوصا این نافلزاتشون رو بدون، گروهشون رو بدون. پس تعداد الکترون های لایه ظرفیت هم میشه شماره یکان گروه بر نافلزا دیگه. پس اینجا به غیر از هیدروژنی که حالا در گروه یکه و کلا یه الکترون داره، بحثش شده است. ما بقیش حالا این اس 6 تا الکترون تو لایه ظرفیت داره. او چی؟ او هم 6 تا الکترون تو لایه ظرفیت داره. خب پس من اومدم این دوتا رو با هم وصل کردم، تموم شد دیگه. اس 8 تایی شد، او هم 8 تایی. نه دیگه، او 2 بوده. پس یه او هم اینجا دارم.
پس این چی؟ دقیقاً همون اتفاقی که برای کربن مونوکسید افتاد اینجا هم میفته. یعنی این میاد کنار این جفت میشه و این دوتا اینجا به اشتراک میخورن. حالا بیایم با استفاده از اون روشه میگم تعداد پیوند چه شکلی میشه. S دوست داره چند تایی بشه؟ 8 تایی. OH دوست دارن چند تایی بشن؟ 8 تایی. پس شما 3 تا اتم داری، هر 3 تا اتم دوست دارن 8 تایی بشن. پس می نویسم 3 ضرب در 8 یعنی 24 منهای. O تو لایه ظرفیت چند تا الکترون داره؟ 6 تا. S تو لایه ظرفیت 6 تا الکترون داره. O چند تا داره؟ اینم 6 تا. پس اینجا هم 3 تا اتم داری که هر کدوم تو لایه ظرفیتشون 6 تا الکترون دارن، میشه 18. رابطه ای بود که بهتون گفتم دیگه. 24 منهای 18 میشه چند؟ میشه 6. تقسیم بر 2 میشه 3. خب یه S دارم، دو تا O داشتم، ولی گفته 3 پیوند، پس یکیش رو دوگانه کنم. حالا قرار بود اینا 8 تایی باشن، این 4 تا الکترون داره، پس 4 تا هم ناپیوندی بهش میدم. S 2 4 6 تا داره، پس 2 تا ناپیوندی بهش میدم. این O 2 تا داره، پس 3 جفت الکترون ناپیوندی میدم. دقیقا همون ساختار شد، درست شد. پس این رو میتونم برای بقیه هم بنویسم. شما رو اونا فکر کنید تا منم سریع تخته رو پاک کنم. خب به ما گفته که ساختار لوئیس POF3 SO2 رو که ترسیم کردیم، CH3Cl و H2O رو ترسیم کن. بیا پای تخته دیگه، الان باید ترسیم کرده باشی، فقط منتظر این باشی که من اینها رو ترسیم کنم تا تاییدیه کارتو به ما بدی. POF3 من دیگه با روش اول ترسیم نمی کنم، یه دفعه رابطه رو می نویسم. میگم پیوندهاش میشه چند تا؟ 1 2، اینم 3 تا میشه 5 تا، پس میشه 5 ضرب در 8، یعنی به اندازه 40 تا الکترون نیاز داره تا کل اینها 8 تایی باشن. ولی در واقعیت چند تا الکترون داره؟ 5 به علاوه 6 به علاوه 3 هفته میشه 21. پس اینجا میشه 26 به علاوه 6 میشه 32. تقسیم بر 2 میشه 8 میشه 4. خب اتم مرکزیش کدومه؟ F که هیچی. بین P و O، P هم تعداد الکترون های منفرد بیشتری دارد، پس P میشود اتم مرکزی. چند تا اتم جانبی دارم؟ 4 تا. 4 تا هم پیوند دارم، تموم. O F F F گفتم که باید همه 8 تایی باشن، P که 8 تایی شد، پس به هر کدوم 3 جفت الکترون ناپیوندی میدیم. این هم از این. پس این میشه ساختار POF3. بریم ساختار بعدی، CH3Cl. پیوندهاش، کربن دوست داره 8 تایی بشه، کلر هم دوست داره 8 تایی بشه، ولی هیدروژن هم دوست داره 8 تایی بشه. نه، قاعدتاً هیدروژن دوست داره به ساختار هلیوم برسه، دوست داره دو تایی بشه. پس میام می نویسم 2 ضرب در 8 به علاوه 3 ضرب در 2. چرا؟ چون 3 تاش دوست داره دو تایی بشه، این دو تا هم دوست دارن 8 تایی بشه. پس 16 به علاوه 6 میشه 22 منهای. تعداد الکترون های ظرفیتیش، کربن در از 4 به علاوه هیدروژن یه دونه داره که ضرب در 3، یه دفعه می نویسم 3 به علاوه کلر هم 7، پس اینجا میشه 14. 22 منهای 14 میشه 8، تقسیم بر 2 میشه 4. اتم مرکزیش چیه؟ سریع باید جواب بدی. کربونه. 4 تا پیوند گفته دارم، 4 تا هم اتم دارم. خب خیلی راحت، Cl H H H گفته باید اکتت بشن، کربن که اکتته، هیدروژن هم با یک پیوند اوکیه کارش. چرا؟ چون دوتا الکترونشو داره، به هلیوم رسیده، پس فقط میمونه کلور. 2 4 6 8. حالا نگاه کن، 2 4 6 8 10 12 14، چند تا الکترون تو لایه ظرفیت داشتن؟ 14 تا، پس کارم درست بوده. برم بعدی. گفته H2O به صورت اشتراکی که تو تصاویر بود، حالا میخوام به صورت رابطه‌ای به دست بیارم. تعداد پیوندهاش گفتم
دو تا هیدروژن دارم، هر کدوم دوستان دو تایی بشن، پس میشه 2 ضرب در 2 به علاوه 8، 4 به علاوه 8 میشه 12 منهای هیدروژن در لایه ظرفیت یه دونه که ضرب در 2 میشه 2 به علاوه 6 که میشه 8، 12 منهای 8 میشه 4 تقسیم بر 2 میشود 2. اتم مرکزیش چیه؟ اکسیژنه. پس با دو تا پیوند هیدروژن ها رو باید بهش وصل کنم من، درست شد؟ حالا قرار هشتایی کنم، قرار اوکتیت کنم. هیدروژن ها که هیچی، چرا؟ چون پیونداش تشکیل شده. اکسیژن چی؟ 2 4 6 8. حالا مجموع هم بهش مرم 2 4 6 8، 8 الکترون ظرفیتی داشتم، پس اینم اوکی. بریم سراغ تمرین ها. تمرین یک گفته نسبت جفت الکترون های پیوندی در ساختار لوئیس مولکول اولین عضو گروه 16 به مولکول اولین عضو گروه 15 در دما و فشار اتاق به دست آورید. خب اولین عضو گروه 16 چیه؟ اکسیژنه. در دما و فشار اتاق میشه O2. اولین عضو گروه 15 چیه؟ نیتروژنه. در دما و فشار اتاق میشه N2. پس بیایم ساختارش رو ترسیم کنیم، این عدد رو به دست بیاریم. من سعی تخته رو پاک کنم. O2 ساختارش چه شکلی بود؟ یه من سریع چون میخوام جواب بدم ترسیمم کرده بودیم دیگه. این ساختار O2ه. N2 هم به این شکل بود ساختار لوئیسش. تو اینجا گفته نسبت جفت الکترون های پیوندی در ساختار لوئیس مولکول، اینجا پیوندی ها رو میخواد. چند تا داره؟ 2 جفت الکترون پیوندی داره. در ساختار لوئیس مولکول و مولکول فلان. اینجا هم دوباره همون دو جفت، اینم تعداد جفت الکترون های پیوندیش، پس این هم میشه 3 جفت الکترون پیوندی که نسبتش میشود قاعدتاً 2/3. جفتشون رو جفت الکترون های پیوندی خواسته. این یه دونه، دو تا، اینجا 1 2 3. اگه نسبت مثلا جفت الکترون های ناپیوندی رو میخواست که خب بازم مشخص بود دیگه. اینجا 4 جفت الکترون ناپیوندی داشت، اینجا 2 جفت الکترون ناپیوندی داشت، مثلا جواب شد 4/2. بریم سوال بعدی. گفته که مدل فضا پرکن ترکیبی از عنصر X با کلور، یعنی این سبزا میشه کلور، که در طی آن تمام اتم ها به ساختار هشتایی رسیدند، یعنی کلوره هشتایی شده، مرکزی هم هشتاییه، به صورت زیر است. اگر X در دوره چهارم جدول قرار داشته باشد، خب کلور تو لایه ظرفیت خودش چند تا الکترون داره؟ 7. پس قاعدتا کلور اومده با این اتمه، هر کدوم از این کلورها اومدن با این اتمه یه الکترون به اشتراک گذاشتن، یعنی قاعدتا این اتمه، این اتم مرکزیه، چون گفته هشتاییه، باید تو لایه ظرفیت خودش 4 الکترون منفرد داشته باشه. بیا پای تخته که ترسیمش هم کنم. ببین من میخوام اون مدل فضا پرکنه رو ترسیم کنم. این ایکس گفته 4 تا پیوند داره، 4 تا فرو رفتگی داشت دیگه با کلور، گفته همه هم هشتایی هست. پس من اینجا درک میکنم که X 4 تا الکترون تو لایه ظرفیت خودش داشته و قاعدتا هر کدام از کلورها 7 تا الکترون دارن دیگه، یعنی اومدن یه دونه الکترونشون رو به اشتراک گذاشتن. پس X تو لایه ظرفیت 4 الکترون داره. از اون سمت گفته توی دوره چهارمه، دوره چهارم 4 تا الکترون لایه ظرفیت هم داره، پیوند کوالانسی هم داده با کلور، پس قاعدتا این عنصره باید توی گروه 14 هم باشه، یعنی میشه گروه 14 دوره 4. عدد اتمیش چند میشه؟ گروه 18 دوره 4 میشه چی؟ میشه کریپتون 36. 4 تا ازش کم کن میشه چند؟ میشه 32. از عنصر X عدد اتمیش 32. اومده به ما گفته اختلاف نوترون، ادامه شما من بخونم، اگر X در دوره چهارم جدول قرار داشته باشد و اختلاف شمار نوترون و پروتون در آن برابر 9 باشد، N منهای P گفته 9.
عدد اتمیش چند بود؟ 32 بود. پس n منهای 32 برابر است با 9. پس دیگه n به دست اومد، دیگه n برابر است با 32 به علاوه 9 که میشه 41. گفته عدد جرمیش. خب 41 به علاوه 39 میشه 80. اینم عدد جرمیش میشه. درست شد؟ پس خیلی راحت به جواب رسیدیم. تنها نکته این سوال این بود که تو متوجه بشی x در لایه ظرفیت خودش 4 الکترون منفرد داره. خب دوستان، حالا ما با توجه به تایمی که داشتیم، چون ما درس میدادیم، تعداد سوال خیلی زیادی رو نتونستیم اینجا بگنجونیم و برای تثبیت مفاهیم میخوایم بیایم یه سری تست هایی که تو کتاب داریم رو با هم دیگه حل کنیم. لطف کنید قبل تست ها حتما یه بار دیگه مفاهیم رو مرور کنید، روشی که برای ترسیم ساختار لوئیس گفتیم رو یه چند بار تمرین کنید و بعد بیاین سراغ تست ها. از اینکه همراه من بودید بسیار سپاسگزارم و شما رو به خدا بسپارم.